بچه ها سلام، حالتون چطوره؟ آقا خیلی توی اینستاگرام و یوتیوب از ما میپرسید که آقا ویدیوهاتون رو چجوری درست میکنی؟ با چه اپلیکیشنی درست میکنی؟ بعد این صداها رو از کجا میاری؟ یه ویدیو میخوام براتون درست کنم از آخرین دابسمش هم که تو اینستاگرام هم میتونید ببینید که 0 تا 100 رو میخوام بهتون آموزش بدم که صدا از کجا میاد، با چه اپلیکیشنی درست میکنم، چجوری درست میکنم. و خیلی کار پیچیده ای نیستش و خیلی راحت میتونید این کار رو انجام بدید. اولش که نرم افزار پریمیر در حد خیلی ابتدایی اگر بلد باشید، اگه بلدم باشید اشکالی نداره، تو این ویدیو یاد میگیره، فقط نصبش بکنید. و اینکه با هم ببینیم ویدیو رو، خب خیلی خوبه دیگه اگر یاد بگیرید. اگر ایده خلاقانه هم خودتون داشته باشید خیلی خوبه بتونید این کارو بکنید، ویدیو وایرال بکنید و از اون ور ازش کسب درآمد بکنید. من هر پولی که درآوردم تقریبا از همین فضا بوده، اینستاگرام، یوتیوب و فضایی هم هست که خیلی هنوز جا داره برای ایده های جدید، آدم های جدید. بریم با هم ببینیم 0 تا 100 ساخت یه دابسمش باحالو. خب بچه ها، اولین مرحله اینه که شما صدا رو پیدا بکنید، صدایی که میخواهید دابسمشش کنید. خیلی هم میپرسید کجا میاری این صدا رو. صدا از جای خاصی نیست، از سرچ، از تو اینستاگرام، از تو یوتیوب، از هر جایی که بتونید صدا بیارید. مثلا این پیجای دیالوگ ماندگار و سکانس برتر از این چیزا تو اینستاگرام هستن که سکانسای باحال فیلم‌ها رو میذارن. البته اگر بخواید دابسمش فیلم انجام بدید، که این کاری که الان می‌خوایم بکنیم دابسمش فیلمه، آره از این جور جاها میتونید صدا رو پیدا بکنید، سیوش کنید، انتقال بدید به کامپیوتر. البته تصویر شما باید انتقال میدید به کامپیوتر، که الان میریم تو پریمیر من بهتون میگم چه جوری صدا رو از تصویر جدا بکنید و همدش کنید برای ضبط. خب پریمیر رو باز میکنیم. موقعی که پریمیر باز میشه یه صفحه سیاه این شکلی میاد و یه صفحه کوچولوی دیگه هم میاد. آها اومد. شما نیو پروژکت رو میزنید. اینجا لازم نیست تنظیمات خاصی حالا فعلا انجام بدید، همین اوکی رو میزنید و یه صفحه این شکلی واسهتون باز میشه، 4 تا بخشه. اینجا بخش مدیاتونه، فایلایی که میارید. اینجا مدیاتون رو بهتون نشون میده، اینجا پروژتون رو، تصویر پروژتون رو نشون میده و اینجا هم که تایملاینه. الان مثلا چیزی که من انتخاب کردم از فیلم هشتگ فکر میکنم که یه دیالوگی از بهار رهنما. اینو چجوری آوردم یه بار پاکش کنم دوباره بهتون بدم. شما میتونید اینجا دوتا کلیک بکنید، میخواید تصویرتون رو بیارید. نه نمیخواید دوتا کلیک بکنید، میتونید کنترل آی بزنید یا اینکه برید توی فایل و ایمپورت رو بزنید. هر کدوم این ستا رو انجام بدید این صفحه براتون باز میشه و میتونید فایلی که انتخاب کردید و بیارید. با کنترل جفتش انتخاب میکنید، اوپن رو میزنید، میاد اینجا براتون. دو تا روش کلیک میکنید، اینجا پریویو بهتون نشون میده که خب این بخش دومشه، این بخش اولشه. خب حالا این فایلمون هستش. ما الان صدای اینو میخوایم دیگه، میخوایم صدا رو آماده بکنیم، بریزیم تو فلش یا هر چیزی ببریم توی ماشین، اونجا پلی بکنیم و دابسمشش کنیم. دو تا آیکون اینجا میبینید، یکیش فیلمه، یکیش صداست. ما فقط صدا رو میخوایم. اگر شما اینو بگیرید بکشید بیارید اینجا، فقط صدای فیلم میاد. اگر اینو بگیرید بیارید، فقط خود فیلم میاد. اگر از خودش بگیرید بیارید، صدا و فیلم با هم میاد. ما فقط صدا رو میخوایم، صدا رو میکشیم میاریم. و حالا ما همشو نمیخوایم، یه سری جاهاشو میخوام کات بکنم که مثلا 1 دقیقه بشه بتونم تو اینستاگرام بذارم، نمیخوام اسلایدی بذارم. هر جاییش که فکر میکنیم که لازم نداریم، مثلا مثال دارم میگم، من اینجاش استفاده کردم، مثلا این کبرا رو میخوایم حذفش بکنیم، اینجایی که گفته کبرا. این نوار این پایینو میبینید، اگه از این دایره بگیرید جمعش کنید، این فایل بانستر میشه، راحت تر میتونیم این ویوای صدا رو ببینیم. اینجا شما سی رو میزنید، سی یعنی مخفف کاته. سی رو که بزنید تایم، این نواری که براتون میاره تو تایم لاین رو میتونید ببرید. من اینجا رو میخوام ببرم و
اینجا رو ببرم، کلیک میکنم وی رو میزنم، وی یا این فلشه، اینا شورتکاتشه، سی اینه وی اینه، وی رو میزنم، اینو سلکت میکنم، دیلیت رو میزنم روی کیبورد و پاک میشه. میتونم جای خالیش رو دوباره سلکت کنم، دوباره دیلیت رو بزنم، جای خالی هم پاک میشه، این میچسبه به اون. نه میتونم اینو بگیرم بکشم بچسبونم به اون. خب بعد اینکه این کار رو صدامون انجام دادیم، صدامون رو یه دقیقه آماده کردیم، البته اینم بهتون بگم این کار سفارشی بود، یه خواننده به من سفارش داده بود که گفته بود از موزیک منم توی کار استفاده بکن. صدامون آماده شد توی تایملاین، ما شیفت رو نگه می‌داریم روی کیبورد، شیفت رو نگه می‌داریم، این نوار آبی رنگ رو می‌بریم این اول، شیفت رو که نگه دارید دقیق می‌چسبه این اولش، آی رو می‌زنیم به معنی این و دوباره شیفت رو نگه می‌داریم، این نوار آبی رنگ رو می‌بریم آخر، شیفت رو که نگه داریم میچسبه به اون آخر. کلا وقتی شما شیفت رو نگه دارید آهن ربا فعال میشه و به جاهای حساس میچسبه، ببین به اینجا یعنی کات چسبید، به این چسبید، میبریم آخر شیفت رو نگه میداریم، او رو میزنیم به معنی اوت، این و این اند اوت، یعنی اینکه جایی که ما از این نوارمون میخواییم اولش اینجاست آخرش اینجاست، اینجا رو دیگه نمیخوایم که خالیه، چون اگه مثلا ایناتون بره این وقت اینجا رو سیاه وسطون خروجی میگیره. خروجی گرفتن چجوریه؟ کنترل و ام رو میزنید یا نه میرید اینجا توی فایل و اکسپورت رو میزنید. کنترل و ام، ما الان خروجی صدا میخواییم، MP3 رو انتخاب میکنیم، یه اسم واسهش میذاریم مثلا صدا و سیو رو میزنیم. به این تنظیمات دست نزنید، بعد از این که اسم فایلم انتخاب کردیم جاش هم دیگه مشخصه دیگه، رو دسکتاپ، من دسکتاپ میذارم همیشه، سیو رو میزنیم و اکسپورت، اکسپورت رو که میزنیم فایل ما الان آماده است، رفته روی دسکتاپ به اسم صدا، موزیک پلی میشه، بعدم صدای داب اسمش. خب پس این صدا رو ما آماده کردیم، می‌ریزیم توی فلش، می‌ریزیم توی گوشی، حالا از طریق فلش و بلوتوث یا هر چیزی به ماشین متصل می‌کنیم یا نه اساس رو خود موبایل پلی می‌کنیم، بعد از اسمش رو انجام می‌دیم، بریم ببینیم اونجا بریم ببینیم تو ماشین چه شکلیه و اونجا چطوری کارو انجام می‌دیم و بعدش هم بریم ادیت نهاییش هم انجام. ای بوجه حرف نمیتونم بزنیم، میخوانی که صدا میاد تو گوشم و بیانه، من استاد فن بیانه و بعدش هم بریم ادیت نهاییشو انجام بدیم. خب بچه ها ما الان اون فایلی که آماده کرده بودیم و فایل صدا رو ریختیم توی گوشی، حالا یا فلش یا هر چیزی، میاریم میزنیم به ضبط ماشین، میتونید اصلا به ضبط ماشین هم نزنید، حالا اصلا با خود گوشیتون پلی بکنید، میزنیم به ضبط ماشین صدا پلی میشه و اینجا دیگه سخت‌ترین جاشه دیگه که شما باید حفظ کنید و سینک بگید. بعضی موقع ما تقلب هم میکنیم، رو کاغذ هم مینویسیم میزنیم زیر دوربین یا بالای دوربین، بعد ما یه حالا میگید با چی فیلم میگیرید، یعنی خیلی میگن با چی فیلم میگیرید، ما با همین دوربین جلوی گوشی فیلم میگیریم، همینی که الان دست من هست، یه هولدری داریم که این وصل میشه به شیشه و گوشی به صورت آهن ربایی میخوره روش، حالا هر هولدری که شما دارید فرقی نمیکنه، میزنید به شیشه و گوشی رو میزنید روش و حالا یه قاب خوب تنظیم میکنید و شروع میکنید صدا رو پلی میکنید و سینک میگید. و علاوه بر سینک گفتن، حستون هم خیلی مهمه دیگه، حستون، اکتتون، شما در واقع قرار اون صحنه ای که قرار داب اسمش کنید و دوباره بازیش بکنید، به اکتای بازیگر هم کاری نداشته باشید، شما اصلا اکتای جدید ایجاد کنید که جذابتر باشه واسه مخاطب، چون مخاطب یه بار اون فیلمه رو دیده اصلا. حالا من این هولدر رو نصب میکنم، بیا تو فیلم بگیر، چجوری میرو دوربین اون ورنه میره؟ نمیره، وقت کنیم. حالا دیگه هولدر وصل کردن که کاری نداره، یعنی یه جا قشنگ وسط شیشه شما وصل میکنیم. حالا مثلا هولدر هم نداشتی اصلا به جهنم، مثلا یه جایی همینیم با چسب. آره ما اولش همین کار میکنم، گوشی رو میذاشتیم با چسب میچسبوندیم ماشین. تکنولوژی هولدر نرسیده بود، این هم قابست دیگه، آهن رو با داره فرت میچسبه اونجا به هولدر.
خب ما الان گوشی رو نصب کردیم روی هولدر و اینم قابمونه. ترجیحاً توی روز باشید وقتی میخواید فیلم بگیرید، حالا تو ماشین یا هر جای دیگه، و اینکه ماشینم خاموش کنید که دوربین نلرزه. آره حالا خاموش میکنید و اینکه تو سایه کامل باشید، آفتاب باشه، یعنی از نور آفتاب استفاده کنید ولی شما تو سایه کامل باشید، یعنی از بازتابش این نور آفتاب بگیرید که مثلا همچین نور خوبی داشته باشید، موهاتون هم درست کنید. بریم ضبط کنیم دیگه، اول با تمرین کنیم بعدش هم ضبط کنیم. آره ماشین خاموش کنیم. نمی‌کنم. بزنم دارم میرم جلسه اولی. ببخشید. خب عمدی که نگفتم، به دل نگیر. اون بچه دیرش شده، برو. اصلا یادم رفت چی می‌خواستم بگم. یه دونه سکه شب می‌خوای از دلم در بیاری؟ چش. من چیه تا؟ قنچه گل نشه کوچیک. روژین. روژین من. میو بزنم چی چیزی نگاه کنه. شما مزرم نشدی. من میتونم با شما یک عکس داشته باشم. بله اینجوری بگیر که باشه. این شیشه رو هم بده پایین. شرز کلت رو بیارم. یه انتخاب خب بچه ما ضبطمون رو انجام دادیم توی ماشین و تصاویری که گرفتیم، حالا اونی که خوب شده یا به اصطلاح راشش رو میاریم توی کامپیوتر کپی میکنیم و نرم افزار ادوبی پریمیر رو باز میکنیم. ترجیحاً همون پروژه‌ای رو باز کنید که این پروژه رو نبندید، صدا رو درست کردید پروژهش بذارید باز باشه همونطور که بهتون یاد دادم. و حالا تصویرمون رو یه کنترل آی میزنیم و اونجایی که راشمون رو کپی کردیم پیدا میکنیم. مثلا واسه من اینجاست، اوپن رو میزنم، راشم میاد اینجا. بعد از این قسمت میگردم دنبال اون تیکهش که واقعا خوب شده و میخوامش الان استفاده کنم ازش. این علامت رو میبینید، علامت کروش هست، چی به این میگن؟ آکولاده چی چیه؟ اینو که میزنیم، این نشونگر آبیمون هر جا باشه ابتداش میشه اونجا، آخرش هم هر جا باشه اینوریشو بزنیم انتهاش میشه همونجا. بعد الان ما صدای اینو نمیخوایم دیگه، این صدای آمبیانس، ما تصویر رو فقط میخوایم. اینو شما اگر بگیرید بکشید بیارید اینجا تصویر میاد، اینو اگر بکشید بیارید صدا میاد. فقط ما اینو میکشیم میاریم که فقط تصویرمون میاد. خب اینجا خیلی بزرگی، دو تا روش کلیک میکنیم و قیافه تنین. حالا یه بخش مهمیه به اسم سینک کردن دیگه، که صدای اصلیمون، صدایی که درست کردیم برای داب اسمش، همونی که بریم تو ماشین، باید سینک بشه با لبمون تو تصویر اصلیمون. این یه مقدار زیاد تصویرمون. سی رو میزنیم، این تیکه رو میبریم، وی رو میزنیم، انتخاب کنیم و دیلیت. تقریبا سینک شده، یه خورده بیشتر روش اگه کار کنیم. صدا انگار زودتر میاد، یعنی به نظرم سینک کامل. خب کار تا آخر ببینیم مشکلی نداشته باشه. به نظر من آماده است. خب بسیار عالی، این آماده است. خب سی رو میزنیم، این تیکه اضافی آخرش رو میبریم. خب حالا یه بخش مهم خروجی گرفتنه توی نرم افزار. آها اینو یادم رفت، من همیشه خب لوگو میندازم روی کارام که حالا توی جای تو پیجای دیگه وایرال میشه. خب حداقل لوگو، چون کسی که اسم نمیبره، یعنی تگ و منشن که نمیکنن، شما لوگوتون رو بندازید که حالا کسی خواست پیجتون رو پیدا بکنه از روی
لوگوتون و اسم پیجتون پیدا کنه. من قبلا آماده کردم، حالا کار سختی هم نیست آماده کردن. شما میرید لوگو اینستاگرامو، اصلا لوگو هم نمیخواد شما بندازید، اسمتون رو فقط تایپ کنید توی فتوشاپ، پی ان جی خروجی بگیرید بدون بک گراوند و اینجا ایمپورتش کنید این همون ویدیو و بندازید روی تصویر. حالا من اوپن میکنم این لوگو رو. خب این که نیست، MMM name، اینه لوگو. بله خب لوگو رو میکشیم میریم بالای بالا، یعنی بالاترین لاینی که ما داریم، و حالا یه جای تصویر میذاریمش دیگه که خوب دیده شه. فکر کنم این بر، نه همین بر بهتر، میذاریمش گوشه تصویر و میخوایم رو کل کار باشه. از این انتهاش میگیریم تا آخر میریم. خب یه بحث خروجی گرفتن، شما شیفت رو میگیرید، این نشانگر رو میارید اول، شیفت رو که بگیرید خودش میاد اول کار وای میسته. آی رو میزنید، یعنی این شیفت رو دوباره میگیرید، این نشونگر آبی رو میکشید آخر، خودش که به آخر برسه دوباره وای میسته، این آهن رو با عمل میکنه. او رو میزنید یعنی اوت، اینو اوت میگیرید به اصطلاح، و کنترل ام، کنترل ام رو که میزنید یه صفحه باز میشه که شما فرمت رو میتونید مشخص کنید به چه فرمتی خروجی بگیره و کیفیتش رو میتونید مشخص کنید دیگه، حالا از پایین تر کیفیت داره تو 4K، چون ما اصلا تصویرون 4K نبود و 720 بود، همون خروجی 720 هم میگیریم. مثلا فیسبوک اینجا هم میزنه که خروجیتون چند مگ میشه، ما ترجیحاً میخواییم حجمش کم بشه، مثلا این ویمیو 720 خوبه دیگه، 59 مگم میره. روی این output name که کلیک بکنید، مثلا میزنیم final dub و مثلا میزنیم روی desktop save بشه، save رو میزنیم و export، ثبت میکنیم تا کامل بشه این 24 و به 100 که برسه دیگه خروجی کارتون آماده و تر و تمیز. و همین دیگه، یه بارم بریم خروجی کار رو ببینیم. کوشی فاینال دا. خب دیگه حالا کاملش هم صفحه اینستاگرام هم هستش، امیدوارم که مفید بوده باشه. اگر سوالی دارید تو کامنت ها بپرسید و همین دیگه، سوالی دارید بپرسید، اگه ببینم سوالی زیاده که شده دوباره ویدیو میگیرم میذارم واسهتون. حالا ما فقط بحث فنیش رو اینجا صحبت کردیم باهاتون، یه بحث خلاقیت هم هستش که اصلا باید شما خلاقیت داشته باشی، چجوری خلاقیت داشته باشی، چون توی فضای مجازی باید کار نو بکنید که کارتون بگیره قطعا، و اینجوری نیست که فقط داب اسمش درست کنید و کارتون بگیره و بتونید پول در بیارید، قطعا باید کار نو بکنید. حالا اینکه خلاقیت چجوری داشته باشیم توی ویدیو مفصل من و مهیار و حالا تنینم احتمالاً هست با هم صحبت میکنیم، یه ویدیو هم میذاریم راجع به اینکه چجوری خلاقیت داشته باشین، چه کار نوعی بکنین که تو فضای مجازی کارتون بگیره. کانال ما رو سابسکرایب کنید اگه میخواید این ویدیو رو ببینید، اون زنگوله کنار رو بزنید نوتیفیکیشن بیاد براتون ویدیو جدید میذاریم، و اینکه خیلی دوستتون دارم، خیلی ممنونم، خدا نگهدار.